فالو کردن آدما بعد آنفالو کردنشون بین علما راجع به این خیلی اختلافه یه سری میگن آقا به شدت کار پسندیده و نکویه و هرکس که این کار انجام داد عاقبتش جز بهشت بری نیست و از اون طرف یه سری میگن آقا نه این کار به شدت کار ناپسند و اشتباهیه و هرکس که این کار انجام داد عاقبتش آتش سوزان جهنمه در نهایت هم ما میمونیم با این سال بدون پاسخ که بالاخره آقا فلان فلان انجام بدم واسه مخاطب میاره مشتری میاره فروش میاره یا نه قرار یک کار اشتباهی باشه که بهاش رو در آینده پرداخت میکنه حالا من اینجا هم تا با یک استدلال منطقی مثل همیشه بهتون توضیح بدم که بالاخره فلان فلو کار خوبیه کار بدیه اگر که خط بیاد به این معنیه که کار خوبیه و اگر که شیر بیاد به این که کار بدیه خب بریم ببینیم که جواب این سال در نهایت خب همونطور که گفتم ما میخوایم به این سال جواب منطقی بدیم و برای پیدا کردن جواب کافی مقدار به دوروبر خودمون نگاه بکنیم پیجایی بودن پیجای اینستاگرامی بودن حتی اگه به اینستاگرام خودمون رو محدود نکنیم توی شبکه اجتماعی دیگه توی توییتر توی چه می‌نم لینکدین کسایی بودن که تونستن با تعامل کردن با بقیه یعنی با فالو فالو کردن با کامنت گذاشتن با لایک کردن پستاشون با دایرکت فرستادن تونستن مخاطب جذب بکنن و علاوه بر این تو مرحله بعد تونستن فروش ایجاد بکنن خود من حداقل ده تا آدم دور بر خودم میشناسم که از این طریق تونستن روش بکنن و درآمد کسب بکنن خب فقط نه اینکه فالوور بیارن بلکه درآمدم کسب بکنن خب پس اگر این کار نتیجه میده دیگه نمیتونیم بگیم نه کار اشتباهیه اتفاقا خیلی هم روش خوبیه واسه کی واسه کسی که توی شروع راهه و نمیتونه پول تبلیغات بده نمیتونه اون کارایی بکنه که پیجای بزرگ دارن انجام میدن و آره یک راه سری واسه اینه که فالو انجام بده خود ما یه بار یه نظرسنجی راجع به همین گذاشتیم و یه درصد خیلی قابل توجه از مخاطبمون بهمون گفتن که آقا ما فلان فلان انجام دادیم و تونستیم از طریقش به فروش هم برسیم پس بیام این ذهنیت رو که وای نه این کار بدیه وای به پیجم صدمه میزنه و از اینجور چیزها رو بذاریم کنار اینم یک ابزاریه در دست ما برای اینکه پیجمون بتونه رشد بکنه حالا چند تا مسئله است که اینجا بابش دقت بکنیم که به بیراهه نریم خب که نتیجه منفی نذاره اولی مسئله چی؟ اینکه آقا فقط فالو آن فالو رو نگاه نکنیم، به چشم تعامل قضیه رو نگاه بکنیم. اینکه من برم واقعا واسه رو کامنت بذارم، واقعا پستاشون رو لایک بکنم، بهشون دایرکت بفرستم، باهاشون صحبت بکنم و تا جای ممکن یک رابطه واقعی رو شکل بدم. خود ما هم توی نوین و اصلا خود من توی پیجم وقتی میبینیم که آقا یکی ما رو داره دنبال میکنه کامنت میذاره واسه همون با همون تعامل داره معمولا یه سر به پیجش میزنیم ببینیم کارش چیه به در ما میخوره تو چه حوزه فعالیت میکنه و راجب همه آدم هم همینه پس هر چقدر این تعامل ما تعامل صادقانه تری باشه سازنده تری باشه بهتر البته از حق نگذریم همون فالو آن ساده همچنان جواب میده من خودم دیدم کسایی که از این طریق نتیجه گرفتن پس این شروعش نکته اول و نکته دوم چیه اینکه آقا نریم همه رو فالو فلو بکنیم ببینیم مخاطب ما کیه که کی قرار از ما خرید بکنه که قرار واسه ما ارزشمند باشه بریم اونو دنبال بکنیم بریم با اون تعامل بکنیم وقتمونو رو با همه تلف نکنیم و نکته آخرم این که آقا درسته که فالو آن جواب میده ولی زیاده رویش هم نتیجه عکس میذاره و همون اتفاقی که بهمون گفتن آقا عاقبت بخیر نمیشید میفته واسمون بهاشو قرار بپردازیم یعنی چی یعنی اگه من خیلی بخوام فالو آنفالو بکنم خیلی بخوام کامنت بذارم در نهایت اینستاگرام واسه یک مدت کوتاهی فعالیت منو محدود میکنه میگه آقا تو دیگه حق نداری مثلا کامنت بذاری تو دیگه حق نداری فالو آن بکنی باز دوباره اینم خیلی اتفاق بدی نیستا فکر نکنید که حالا چه اتفاق بزرگی میفته. نه بعد این مدت پیجم باز میشه ولی ترجیح بر اینه که این اتفاق نیفته و خیلی ساده میتونم جلوشو بگیرم چجوری اینکه زیاد روی نکنم نرم تو یه روزی و هزار نفر رو بخوام فالو کنم هزار نفر آنفالو بکنم نه بذارم یک پروسه تدریجی وجود داشته باشه آروم آروم آدم رو فالو کنم آنفالو بکنم آروم آروم با آدم مختلف تعامل بکنم و کم کم پیج خودم رو اینجوری رشد بدم پس یه درخواستی ازتون دارم این ذهنیت منفی راجب تعامل راجع فالو آن اینجور چیزا رو بذاریم کنار بدون قضاوت بهش نگاه بکنیم و اگر میبینیم جواب میده اگر میبینیم موثره قبول بکنیم که آقا این راه موثریه راستی اون سکه که اول انداختم هم خط اومد یادم نیست خط به چه معنی بود ولی خط اومد